فصل سیزدهم. یک روز قبل از عید فصح بود. عیسی فهمید که ساعتش فرا رسیده است و میبایست این جهان را ترک کند و پیش پدر برود. او که همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت مینمود، آنها را تا به آخر محبت کرد. وقت شام خوردن بود و شیطان قبلاً یهودای اسخریوطی پسر شمعون را برانگیخته بود که عیسی را تسلیم نماید. عیسی که میدانست پدر همه چیز را به دست او سپرده و جانب خدا آمده است و به سوی او میرود، از سر سفره برخاسته لباس خود را کنار گذاشت و حوله‌ای گرفته به کمر بست. بعد از آن در لگنی آب ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خشک کردن آنها با حوله‌ای که به کمر بسته بود. وقتی نوبت به شمعون پتروس رسید، او به عیسی گفت: ای خداوند، آیا تو می‌خواهی پاهای مرا بشویی؟ عیسی در جواب گفت: تو اکنون نمی‌فهمی من چه می‌کنم، ولی بعداً خواهی فهمید. پتروس گفت: هرگز نمی‌گذارم پاهای مرا بشویی. عیسی به او گفت: اگر تو را نشویم، تو در من سهمی نخواهی داشت. شمعون پتروس گفت: پس ای خداوند، نه تنها پاهای مرا، بلکه دست‌ها و سرم را نیز بشو. عیسی گفت: کسی که غسل کرده است، احتیاجی به شستشو ندارد، بجز شستن پاهایش. او از سر تا پا تمیز است و شما پاک هستی، ولی نه همه. چون او می دانست چه کسی او را تسلیم خواهد نمود، به همین دلیل گفت: همه شما پاک نیستید. بعد از آن که پاهای آنان را شست و لباس خود را پوشید و دوباره سر سفره نشست، از آنها پرسید: آیا فهمیدید برای شما چه کردم؟ شما مرا استاد و خداوند خطاب می کنید و درست هم می گویید، زیرا که چنین هستم. پس اگر من که استاد و خداوند شما هستم، پاهای شما را شستم، شما هم باید پاهای یکدیگر را بشویید. به شما نمونه‌ای دادم تا همانطوری که من با شما رفتار کردم، شما هم رفتار کنید. یقین بدانید که هیچ غلامی از ارباب خود و هیچ قاصدی از فرستنده خیش بزرگتر نیست. هرگاه این را فهمیدید، خوشا به حال شما اگر به آن عمل نمایید. آنچه میگویم مربوط به همه شما نیست. من کسانی را که برگزیدم میشناسم، اما این پیشگویی کتاب مقدس باید تحقق یابد. آن کسی که با من نان میخورد، بر ضد من برخاسته است. اکنون پیش از وقوع این را به شما میگویم، تا وقتی واقع شود ایمان آورید که من او هستم. یقین بدانید هر که کسی را که من میفرستم بپذیرد، مرا پذیرفته است، و هر که مرا بپذیرد، فرستنده مرا پذیرفته است. وقتی عیسی این را گفت، روحاً سخت مضطرب شد و به طور آشکار فرمود: یقین بدانید که یکی از شما مرا تسلیم دشمنان خواهد کرد. شاگردان با شک و تردید به یکدیگر نگاه می‌کردند، زیرا نمی‌دانستند این را درباره کدام یک از آنها می‌گوید. یکی از شاگردان که عیسی را دوست می‌داشت پهلوی او نشسته بود. پس شمعون پتروس با اشاره از او خواست از عیسی بپرسد که او درباره کدام یک از آنها صحبت می‌کند. بنابراین آن شاگرد به عیسی نزدیک‌تر شده از او پرسید: ای خداوند، او کیست؟ عیسی پاسخ داد: من این تکه نان را به داخل کاسه فرو می‌برم و به او می‌دهم. او همان شخص است. پس وقتی تکه نان را به داخل کاسه فرو برد، آن را به یهودا پسر شمعون اسخریوطی داد. همین که یهودا لقمه را گرفت، شیطان وارد وجود او شد. عیسی به او گفت: آنچه را می‌کنی زودتر بکن. ولی از کسانی که بر سر سفره بودن، هیچ کس نفهمید مقصود او از این سخن چه بود. بعضی گمان کردند که چون یهودا مسئول کیسه پول بود، عیسی به او میگوید که هرچه برای عید لازم دارند خریداری نماید و یا چیزی به فقرا بدهد.
به محض اینکه یهودا لقمه را گرفت بیرون رفت و شب بود. وقتی یهودا بیرون رفت، عیسی گفت: اکنون پسر انسان جلال می‌یابد و به وسیله او خدا نیز جلال می‌یابد و اگر خدا به وسیله او جلال یابد، خدا نیز او را جلال خواهد داد و این جلال به زودی شروع می‌شود. ای فرزندان من، زمانی کوتاه با شما هستم، آنگاه به دنبال من خواهید گشت و همانطور که به یهودیان گفتم، اکنون به شما هم میگویم، آنجایی که من میروم شما نمیتوانید بیایید. به شما فرمان تازه‌ای میدهم، یکدیگر را دوست بدارید. همانطور که من شما را دوست داشتم، شما نیز یکدیگر را دوست بدارید. اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید، همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید. شمعون پتروس به او گفت: ای خداوند، کجا می روی؟ عیسی پاسخ داد: جایی که می روم تو حالا نمی توانی به دنبال من بیایی، اما بعدها خواهی آمد. پتروس گفت: ای خداوند، چرا نمی توانم همین حالا به دنبال تو بیایم؟ من حاضرم جان خود را به خاطر تو بدهم. عیسی به او جواب داد: آیا حاضری جان خود را به خاطر من بدهی؟ یقین بدان که پیش از بانگ خروس سه بار خواهی گفت که مرا نمی شناسی.